سلام علیکم، حالتون چطوره؟ از نورتیورک تورنتو در خدمت هستیم با ولاگ با رفیقام. خب امروز قرار اردلان فتاحی رو ببینیم. دی جی اردی. اردی کجایی؟ اردی چطوری؟ اردی نمکتون چی میگه؟ ما قرار بریم کارواش، من نمیدونم تو چرا داری فیلم برداری میکنی. یه همینه دیگه، باید سورپرایز چی؟ خدا اردلان چطوری؟ سلام علیکم، حالتون چطوره؟ صبح زودت بخیر. 10:40 صبح من، 9 صبح منتظر شما. ببین خیلی ها تو تورنتو تو رو تا حالا این ساعت تو خیابون نیدن ها. بپولا بریم که رفتیم. آره الان ببخشید بی احترام کردم. ببین همین یانگو که داری میری بالا یه کافی برمون بده بخوریم. الان از زندگی بگو چیکار میکنی تو تورنتو؟ یه لقمه نودل میاریم میخوریم دوره هم. من کارم دی جی ایه، برنامه میذارم، ودینگ میرم. کلن تو انترتینمنت شما از شیر مرغ میگن تا جون آدم ایزاد، من در خدمت شما هستم. آره یه چیزی هم که چیز میکنه، شکست نفس میکنه و هیچ وقت نمیگه، میوزیک هم پرودوس میکنه. بله تو اسپاتیفای هم دیجی اردی سرچ میکنه. با همون دیجی اردیه؟ نه دیگه، دیجی همو برداشتم چون نمیخواستم با دیجی برم توی اسپاتیفای. سو اردی فتاحی، اردی با آی فتاحی، اردی فتاحی. تو اسپاتیفای هم میتونی ترکاشو ببینی. خب اینجا الان تقریبا یانگ و فینچه. اینجا کره خوری چاینیزمونه. بچه‌ها ساعت 4 صبح بعد کنسرت میان اینجا، بهش میگن کایگوم. چی میزنن بعد؟ بعد اینجا میان یک چیز میزنن، چیکن کاتسو. اردی چونه؟ چیکن کاتسو ژاپنی بود که. حالا دیگه ژاپنی چاینیز اصلا هر کی چشاش تنگه که ما همه رو دوست داریم. وی لوف ایوریون. داستان این که میگن هر کی سیبیل داره که بابا نیستا. اینجا دیگه در صورت یانگ و فینچ ایرانی زیاده، چاینیز زیاده. عادی دمون تیم هورتون هم برو، من یه داستان راجعون تیم هورتون دارم به بچه‌ها بگم. اینجا سمت راست یه دونه ساختمون، همین ساختمونه که می‌بینیدش اینجا، شیشه داره کسی در بشوره. این بالا پشتیش یه گیم نته. چه شبهایی رو که من و اردلان و عرفان و محمد و مانی و حامی و اینا سوپ کردیم، کانتر زدیم. بعد کانتر 1.6 هم می‌زدیم. سی اس باز سنگین بودیم. البته بعد از اون دیگه الان بچه‌ها همش میرن میزنن، ولی ما همون اوجی 1.6 بیشتر از اون نرفتیم بالاتر. آره بچه‌ها که الان میرن ایج میزنن، خیلی چیزای خفن‌تر میزنن، ما یه ذره عقب موندیم روی گیم اینا. بعد آقای حکیم هم نشون بدیم، یکی از افتخارات ایرانیان در شهر تورنتو و کشور کانادا. ها میدونستی الان اسم آقای حکیم هم اومدیشون یه جزیره برای خودش خریده بغل مکزیک؟ نه بابا، یه جزیره کوچولو بغل مکزیک، اسمش رو الان نمیدونم، اسمش گوشته حکیم آیلند. نه نه نه، یه چیز خیلی باحاله. بعد چیز خودش رو داره، ریزورت خودش رو داره، همه چیزای مال خودش رو پرایوت زده خودش هم. بوست اف دی تایم 9 ماه 10 ماه اونجا هست، یکی دو ماه میاد اینجا، 4 تا کاغذیش تنهایی واسه خودش بده جزیرهش، تنهایی که یه اکیپ داره میبره با خودشون دیگه. شات اوت تو مستر اپتیکال حکیم. حکیم علی، تا برسیم به تیم هورتون بذار 4 تا سوال ازت بپرسم. فیوریت غذای ایرانی؟ کشک بادمجون. عزیزم غذا نیست، اون اپتایزره. غذا مین کورس؟ عدس پلو. عدس پلوی با گوشت و پیاز داغ و اینا؟ این روزا که سبزی پلو هم خیلی دوست دارم با ماهی. خب این پلازا و پلازای این تیم هورتون پلازاییه که من و اردلان و مانی که بعدم نیما به همون جوین شد رفیق شدیم. این پلازا پلازای رفاقته. اردی تا برسیم به پلازای ایرانی ها، فیوریت غذای غیر ایرانیت؟ مرغ با سس قارچ. سس قارچ. بعد جدن الان بخوای بری بیرون رستوران، الان بخوای بری همین الان گشنت شده، غذای ایرانی آپشن نیست، کجا میری میخوری؟ خدا وکیلی ایتالیایی خیلی زیاد میرم.
عربی دوست دارم. چای میز و اینا زیاد نه به پیشوارش نیست. Good, how are you? Can I get a grande size green tea, please? A grande size mint tea? Just green tea. Oh, green tea, sorry. Yes. No, it's all right. Can I have a name for your order today? R-D-A-R-D-Y? R-E-D-Y? A-R-D-Y. R-D. Oh, sorry, R-D. Perfect. Yes. شماها چی میل دارید عزیزان در؟ چی بگیرم براتون؟ تو کامنت بنویسین چی میخواید. کامنت هایتون ندارید. Do you want me to ask them you go make it inside? I'm so sorry. عزیز جان من خیلی خوب صحبت میکنی تو دور بین. من میگم یه کاری کنی. جانم. تو بیا ولاگای بنیز تو برو ببین. چرا خوب صحبت میکنم؟ آره دیگه با بچه‌ها در ارتباط برقرار کردی. سنگین. خوشم اومد. دیگه چه خبر بنام؟ تو از خودت تعریف کن. تو همش هم من پرسیدی. زایه نیست جلوی اینا مثلا الان تیمورتون بخورن استارباکس. آه ما یه رفتیم تیمورتون هم گرفتیم واسه خودمون قبل از اینکه کنیم شروع کنیم به ضبط. واقعا خب کله سحر از ما خواسته. کجا دیگه میخوای بذاریم؟ دارم آب گذاشتی. خب الان اونا رو برداشتی گذاشتی اینجا، اینا رو گذاشتی اینجا، الان اینا رو کجا میذاری؟ اوه محضر صد و ده ما اینجا کارا ازدواج و طلاق و این کارا رو هم انجام میدیم. هر کی خواست در خدمتش هست. هر دیجا میزه چی من حساب کنم؟ کارت تو بود دیگه نبود؟ مال من بود. Thank you so much. بعد اونی که درازه و اینجورش بهش پیندل چایی و اصله مال توه ها، مثل صبح تیمورتون من همه رو خوردی نخوری. ببین این جمله آخری رو که گفتی، من از تمام دوستامون میخوام توی کامنت فکر کنن به این جمله و از لحاظ گرامری و سکشوالی ببینن این دوتا درسته. این حرفی که من دراز و نمیدونم مال من رو خوردی و خب الان میخواییم بریم یه مغازه ای هست، یعنی یه دونه که توی این شهر الان قدم به قدم مغازه است. چه مغازه ای؟ مغازه ای سبزی فروشی و اینجا یکی از بهترین سبزی های دنیا رو داره. خیلی هم توی این قضیه به خودش میباله، همه چیزاش رو قانونی کرده و الان شما میتونی سبزی بخری بسیار قانونی و روش پول تکس هم میگیرن ازت بابت همه چیز. حالا با هم میریم میشالا بذارن توش یه ویدیوی هم بگیریم براتون. با اون سبزی هم میدونم برانی و کوکی و اینا میتونی درست کنی، ولی قرمه سبزی هم میشه درست کرد؟ آره یه سری قرمه سبزی هستن میخوری برای 36 ساعت میخوابی، بعد توی اون خواب با بوی شنبلیله به یک پلنت دیگه تلپورت میکنی. باید کرد مخصوصا بوی شنبلیله به تلپورتت خیلی کمک میکنه. خب بریم سبزی فروشی و در خدمتتون الان باید با صدای بلند و رسا بخونیم عمو سبزی فروش. بله عمو سبزی فروش. بله من تو رو میخوام. بله تو رو یه رو میخوام. بله نه رو دا عمو سبزی فروش مال قبل انقلابه. واقعا؟ آره بابا. پس مردم قبل انقلاب هم حالشون بد بود. این نتیجه میرسه. خب یه پیام بازرگانی داشتیم، تلفن آقای اردی زنگ خورد. خب اردی دیگه بگو. سلامتی تیچی. امروز هوای زنم گرفته بود، بعد آلبوم جدید سیجل هم اومده بود. شنیدی یا انگاشو؟ چه خیلی خفنه آقاد. یه دونه آهنگ جنجالی هم توش خونده که همه یه ذره سوال براشون پیش اومده بود. حالا بدون کنسل رو میگی؟ آره. خب اومدیم های لایف و آقای اردی میخواست که بره تو، یعنی بریم سبزی فروشی، ولی خب چی شد؟ نذاش فیلم برداری کنیم. گفت against our guideline policy، نمیذارن این کار رو بکنیم. منم تشکر زیاد کردم، احتمالا برای اینکه تبلیغش نباشست دیگه. آره دیگه میتونه، چون زیر سن نمیتونه خریداری کنه و نمیذاره. عجیب بود.
بریم دنبال غذامون. خب چی بخوریم امروز؟ بریم رستوران یا بریم من برات غذا درست کنم؟ بریم برام غذا درست کنیم. خب چی درست کنیم؟ بیف استروگانوف با سس قارچ. من مشکل ندارم، واقعا داری میگی؟ تایمینگش رو زدی. شوخی گفتم. بریم ماکارونی میتونی بزنی، یه چیزی ماکارونی ایرانی مامان بزرگا درست میکردن، از این تدیک سیب زمینی ها. خب بریم برو یه فروشگاه که وسایلشو بخریم. بریم پیش علا. علا ماکارونی نداره، گوشت میتونیم بگیم. حالا آخرین باری که من رفتم پیشش عسل عسلویی هم میفروخت تو کفه اونجا. نه بابا باور کن. خب بریم ببینیم چی داره. برو ببینیم ماکارونی هم داره. مطمئنی؟ سیب زمینی هم میخواییم مثلا؟ شکر. چی در این خونه؟ ببین بغلس خونه هم فروشگاهی خیلی خفنی هست، اصلا بریم اونجا که یه ذره توی کانتنتات هم قویم. آره چون اعلام جزو مهمان های بارفیقام هست. فاکتور میگیریم اعلا جان را. فاکتور میگیریم اعلا جان را از این برنامه. گوشت میده دست ملت، گوشت درست. خب پس بریم فروشگاه خرید کنیم که با هم میریم، بعد میریم خونه غذا درست میکنیم. بدود یه بوسی بده بدود به بیننده های عزیزمون. چه کجا آوردی ما رو؟ ببین اینجا گفتی گوش شرخ کرده بعد بخریم یه ماکارونی دفنتی. اومدم یه لوکیشنی بغل خونمونه، ایتالیایی، سوپر گوشت ایتالیایی به اسم توترا. توترا علای خودمونه، علای ایرانیمونه قشنگ. چی ویدیو مو دو پش. آفرین. خب بریم تو گوش گوش بخریم بیام بریم خونه. بره بریم. And this is a family business, right? Yes. How are you? Thank you so much. You're welcome. Appreciate it. Thank Cheers. You so much. Cheers. Thank you. These guys are the best. اینا چیه دقیقا؟ این الان سبزیجاته، ولی از اون سبزیجاتی که تو میخوایی نیست. اینا بده. ببین یه نیم کیلو گوشت اکسترا لین، نه لین، کم چرب تقریبا. لینا مدل اسپاگتی دوست داری یا شکلا؟ من از این مدل ها خیلی دوست دارم، ولی وقتی که سردش سالاد ماکارونی میشه دوست دارم. از این مدل ها هنه یا لینگوینی از این هم دوست دارم. ریکاتونی. ریکاتونی مامانمون تو ایران همیشه برامون اسپاگتی درست میکردن، ولی خب ماکارونی ایرانی با پنه هم خیلی خوشمزه میشه. پنه این هست. آره اونا هم خوشمزه. خب اردی اگه تدیگه سیب زمینی میخوای سیب زمینی هم باید بریم بخریم. نه ندارم فکر کنم. بریم دارم خونه سیب زمینی دارم. پیاز چی؟ پیاز هم دارم. رب گوجه فرنگی دارم. بعد دیگه همین تمام. خب آقای اردی جان دلم خونه تو خالیه؟ خونه خالیه؟ من رو چی کار داری ستونم؟ عزیزم میخوام برم بریم خونه برات درست کنم بدم بخوری دیگه. چی رو بخورم؟ ماکارونی رو. برو برو. چرا قد لیزه؟ این یخو نمیدونم چرا درشونم با کتوشون. خب اینجا پلیگراند اردلانه، میشنه اینجا پلیستشون. اردی جان اپریله. اپریل نیست البته، آخر فوریه. این هنوز درختتو جمع نکردی؟ خدا وکیلی وای به خوبی بمیده. همیشه هم کریسمس هم دو ماه بالاست، ولی دیگه با هم باید جمعش. واقعا درخت کریسمس حس خوبی میده. خب کفش مفشو دراریم و عزیزم. الو عزیز کجایی مامانی؟ سر کار چیستم. در قابلمه میخوام. در قابلمه اون کجاست؟ کجا در قابلمه؟ در قابلمه میخوام باش ساز بزنم. بس خاله؟ نه شکر میکنم. خواهم غذا درست کنیم با برنا؟ ببین چونه؟ چیکار کنیم؟ قابلمه دستگاهی بارا دارم. یعنی؟
یعنی الان ازم خواستی برنیو قابلنامه بدم؟ باشه. آره برنیو باشه خدافز بای بای. بازی عوض شد کاملا. خیلی قابلم است. اردلان اینا کلن تازه موف کردن این خونه، همه چیشون هم داره نو میشه. آنباکسینگ قابلمه داریم. خب دیگه برند هم میخوای تبلیغ کن فکر کنم. پول سه تا اپیزود رو باید بده برم با این آنباکسینگ انجام میدی. هلو 5 دقیقه و اندی بعد من همین دارم قابلمه وام کنم. خب میخوایم شروع کنیم با آشپزی. تو بکراند صدای بچه ها رو میشنوید. اردی که اینجاست یه مهمون ویژه هم داریم، حالا میاد خودش هم ویدیو داره، ویدیوشو میبینید. پیاز دیدی پشمش پرت شد. پیاز، سیب زمینی، فلفل دلمه. میگن لورو نفرس به بازار، البته کلمه زشتیه. کیو میگن نفرس به بازار؟ تو رو نه خودم تو رو کردم. من نفرس به بازار. آقا من رو نفرس به بازار. شیرازی ها رو نفرسید به بازار، رفته فلفل دلمه خریده دوستمون. کلن از جنگ برگشته. تلفن بودم داشتم با یه عزیزی صحبت میکردم شرمنده نشد. اینا چیه؟ اینا رو خریدم ببینم چجوری میشه غیبش کرد. شبیه اون چیز هست. خب رب گوجه اینا هم که با هم رفتیم خریدیم. گوشت و قارچ. حالا من تو صحبت میخوای بکنی بکن، حرف بزن، صدا تو دوست داری. خجالتی ها آخه ببینن بعدن میفهمن که جونه بری هست. حالا من نگرانم که گنده که توی آشپزخونه قرار بزنم، بعد مامان اردلان قراره شرکتمونو خشتکمونو سفره کنه. چی میگه این پرمین؟ چی باید بگم؟ قراره الان ما این ماکارونی رو بخوریم. خب امتیاز هم میشه دار از یک تا ده، هرچی دوست داری میتونی. جایزش چند هزار دلار؟ جایزش 5000 دلار. نقد قرار پرداخت بودم پیش فوفو بکستیج. بعد آقا شانس ما رژیم داشت، بعد براش معلوم شدم سالات درست کنم با استیک. بعد اولش که داشتم درست میکردم هی بازی در میاد، آره من هلت کارتم رو بیارم فلان، بچه ها در جریان باشید منو بعد ببرید بیمارستان. ببین استیک رو مرینیت کردم، براش سوبلاک استیک درست کردم با گریک سالاد با تاتسیکی. موقعی که داشتم درست میکردم آقا با پای تلفن بود با بهداد و بقیه دوستان، اصلا حواسش نبود. موقعی که من گوشت انداختم تو مایتا و که تفت بخوره اومده اونجا گوشت خوبه گوشت نه حالا بار هلپ کارتو تو بیا. منم همینم خوده بوی غذا یه اون میزنه به بعد وقتی فرش داره طرف درست میکنه، حالا مهم نیست غذایی که اون بوی اولیه غذا رو که میخوان درست کنم، پیاز داغ سیر هر چی کرد اونشو خیلی دوست دارم. آره بعد حالا من قرار بود یه غذای عجیب غریب درست کنم، مثلا همون من خیلی عجیب غریب نبود، مثلا سوبلاکی استیک که کسی نخورده. آقا ماکارونی درخ واسه بعد ماکارونی مامانی دم کرده با تبیق سیب زمینی. لایش همیشه گلدنه. بذار میزنم مامانم بیاد درست کنه. چاقو تیز کن داری؟ چاقو دیگه بذارم. خیلی گنده. گوش شرط کرده رو میتونم باش کار کنم. تیزه الان نظرم چاقو تیز کن میشه بدی؟ من نمیدونم چاقو تیز کن. اصولا تو آشپزخونه های مامان ایرانی اگه 12 تا چاقو هست 11 تا و نصفش کنده. مامان خودم هم میگه این خوب من نوکش کنم. این که اصلا باش پیچ پوش چون پیچ میچون من با این خدا وکیلی هلو رئیس ارسی داداش اردلان تا از سر کار اومده بود یه کاری انجام بده بره. خب اسپانسر برنامه کیه آقای پروین؟ اسپانسر برنامه الان یه گوش فروشی ایتالیاییه که برای اسپانسرشیپ دوتا شات اسپرسو به هم بوده. اون شبی که میگن شب اگه شبه مثل اون شب نیست، دیشب مثل امشب نیست، این شبی که میگم شب نیست، آخرش خودش هم انکار میکنه. عشنگ نیست یازه بست بود دیگه 11 تا چهار بود. چند روز بدون گوش خوردن میتونی زنده بمونی؟ من
بعد از اینکه لاغر شدم واقعا فکر کنم بدون گوشت میمیرم نخورم، چون اگه گوشت نمیخورم به زرتی گشنه میشه. ای نیم صدی ها به قضا بکنم. خب آب رو گذاشتیم بجوشه، شروع کنیم سس رو درست کردن. اولا هم تو فقط نمک تا روغن اینجا. اوه این تنده، خیلی تنده. دستم رو دارم، دهنم زبونم سوخت. میشمان قرمزه؟ میخوره یا چیزا سیزنینگ هاست، نمک تفنید هم بالا هم هست. الان داره اینجا زرد میشوره، چه پسری. زرد شستن من هم گرفتی؟ آره دیگه، من میخوام برم اونجا الان، برم تو قابلمه. سرمست کردم، پایان هستم، منتخب هم شنیدیم تو این فیلم، منتی هم بهم میگن. من یه توضیح بدم در مورد آلیان. من به شخصه بگم خفن ترین پرکاشنیست و درامری که توی شهر دیدم خودشه، خیلی خفن میزنه. حالا داریم بچه‌هایی که خوبن، بچه‌ها لطف دارن به خدا، ولی آریان هم یکی از خفنده، با هم هم زده، یعنی از ایرانیای مجوزی گرفته تا ایرانیای غیر مجوزی همه رو زدی. کجاشون رو زدی؟ تو درش کار کردی؟ باهاشون زده، براشون زده، چی زده؟ آه من رفتم. نه وایس کجا داریم؟ کارت دارم داداش. بچه‌ها لطف دارن. و اینکه به نظر من هیچ وقت نمیشه گفت عادی با هم لطف داره، ولی هیچ وقت نمیشه گفت بهترین توی آرت. خاطر اینکه هر کسی توی سبکی کار میکنه و اون کاری که میکنه متفاوته، یعنی به نظر من هیچ وقت نمیشه گفت بهترین، بخاطر اینکه بچه ها میدونن، خودتون هم مطمئنن میدونن، خیلی از بچه ها هستن پرکاشنس های خفن، جامعه های خفن، سبک های متفاوت. ولی منم بالاخره افتخار اینو داشتم که جنون با یه سری از آرتیست ها کار کنم. خفن ترینی در اصلا اینو بدون و پیجش رو به نام این پایین میذاره برای تون اوپن، همینجایی که من دستم داره میره دقیقا. بعد آیه خودش هم ویدیو داره، تک میکنم میره گوشه سمت راست، اونجا رو هم کلیک کنیم. ولی مین این از رفت بیرون از کار، نه اینجا بود، این هم اینجا بود، اذیت هم نه. خلاصه که امو بهنام یه افتخاری به ما دادن که قراره به زودی یه اپیزود هم از بنده پرشه، به خاطر که این رفاقت یه روز دو روز، یه ماه دو ماه سه ماه نیست. It's a long-term relationship, friendship و کلی ایده های خفن تو ذهن خودم هست به این ویدئویی بزنیم که عشق کنیم مثل ویدئوهایی خفن نباشیم. ببین من نیازی نیست که الان کاری بکنم، بعداً با مردم روی لایف روی استیج باهاشون ارتباط رو برقرار می‌کنم. حالا شما که اینقدر ادعا داری ببینم جدا تصویر چی کار میکنی. من کلا یه کل خجالتی هستم بچه، خداییش خوبه دارم دیست. من کلا یه کل خجالتی هستم، ولی خب کم کم این بهتر میشه، ولی قول میدم یه اپیزود خیلی خفن درست کنیم. اینم خوبه. و این غذاهای ماکارونی و این غذاهای بیسیک میسیک ما اصلا قبول نمی کنیم. یه غذا دارم واسه همو پروین. چی ناب؟ چی می ناب؟ الان غذا سفارش داده. الان غذا چی؟ بگو. ماکارونی. آقا من سه تا آپشن میدم انتخاب کن. بیف استروگانوف با سس قارچ. نظرت چیه؟ من نظری نمیدونم. تو شاید اون آپشن خودم باشه. خب، همه نام چه خبر اینجا چی داری میزنیم؟ آیه، تو خیلی ادعا داری نه؟ مثلا الان من گیتار بدم دسته، چی کار میتونی بکنی؟ نمیتونم بگم. میتونی غیرش کنی؟ نمیتونم گیتار چی میتونی غیرش کنم؟ اگه این که حال کردیم، این زیر کامنت بذارید که The second episode with Monty. الان که من فکر میکنم دو سه تا درامر خفن و پرکاشنیست خفن دیگه تو تورنتو داریم، من الان دونه دونه روشون میکنم. این یه ذره پرروشه، من عذرخواهی میکنم. بذار من یه لحظه میونش، من دیدی ظرفای کثیفمو میدم این و اینم داره شری ماشی ظرفشی میشه میذاره اون وقت من هیچ کارو مفید نمیکنم. حالا من حرف میزنم. خوبه بابا باش، ولی خواستم بگم که اصلا این برنامه که ما داریم میسازیم فکر میکنم
خیلی هم در مورد درامز و پرکاشن نیست، بیشتر در مورد این رفاقتی که با هم دیگه داریم. حالا آره، ولی خب مسلما رفاقت من و تو برای بیننده الان زیاد مهم نیست. مهم نیست برای بیننده ببینه مثلا تنها موقعی بیننده برایش مهمه. شما مثلا الان آهنگ آنهولی سم سمیتو شنیدی؟ نشنیدم. بابا تو رادیو روزی 15 بار داره پلی میکنه. من رادیو گوش نمیدم. من عذرخواهی میکنم. ایشون یه خورده حالش خوب نیست امروز. الان برمیگردم. حالا تا آب جوش بیاد و بچه ها دارم با هم درگیر میشن. آریان سازه بادی هم خیلی چی میگن؟ قدرت خاصی توش داره. آریان میخوای یکی دو تا هست؟ من ناموسن هیچ کس به طرف تو توش از ساکسیفون نمیزن. خدایش یعنی خود سلطان. بنام اینا رو داره استفاده کنی بعدا؟ نمیدونم، من ترجیح میدم قطع کنم چون داره به جاهای باری کشیده میشه. نه بابا اوکی، به جایی که بشه استفاده کن. روغن بریزیم، این روغنی که بزنیم جعفر، رو رکوردم کپی رایت میخوره. آره مراقب باش، آهنگا رو اگرم پلی میکنی دست همین زیر در. سوری با دات نوبوریوس. برای درخواست آقای اردی حتما این کپش باید چی بچینیم؟ سیب زمینی. سیب زمینی، سیب زیر زمینی. ولی حجم قابلمه‌مون نسبت به حجم ماکارونی و گوشتمون خیلی بزرگه. من دیگه به بزرگی یه حدی گوشت کم خریده؟ نه نه، اون چه خودم خریده؟ پولش هم نداده؟ بابا برنامه کنسل، همین الان کنسل. مهمون منه. اوه چه برنامه خوبی، میشه دو سه بار ما بیان؟ آره. الان جام وسط ضبطه ها. واقعا؟ بله دارم اسمبل میکنم ماکارونی تو پسرم. صدای سگ رو من برای دوست پسرم تکتشم. آرس بذار اونجا. خب مصطفی بود یه زنه؟ همه گفتم بزنه بزنه. این چیزیه که داره میره دم بکشه که بعد ببینیم که آقای اردلان مورد رضایتشون بوده یا خیر. تو که من دارم واسه اردی غذا درست میکنم، اردی هم داره برای لیو غذا درست برای میکنم. پسر هم دارم غذا برش درست. سینه مرغ و همین. آقای لیو گوسیده گوسیده گوسیده. یه سمتش نرو، غذای منه. آقای لیو کجا میذاری براش؟ هرچی دوست داری بذارش. بیا. بفرمایی. لیو؟ لیو غذا تو بذار من بردارم؟ غذا تو خب آقای اردی آماده ای؟ بله. چه خبره؟ چی شده؟ بفرم خواستم؟ یه رکورد میکنی تو هم؟ بچه ها به نظرتون برمیگرده یا زایه میشه؟ یا تو یا حضرت آها برگشت پلنگ برگشت برگشت. آخه شما کارو ببین، واقعا کارو ببین. رو خوبی؟ یه جاده تر، یه جاده تر برو بالا تر، یه جاده تر دوتر، بارتر، بارتر. موسخایی میکنم. عکساش خوب شده؟ That's good.
It's really good. خب یه جوری برای تدیک جدا بذارم. من سه روز غذا نخوردم به خاطر امروز. میگه ما خواهیم دوست داری واقعا؟ برای شوی سمتون کن. عادیه آب دهنم داره راه میفته الان. عزیزم باورم نمیشه. باورم نمیشه. دلم نشناسی. کپی رایت نخوریم. با صدای من و تو هم برای کپی رایت میخوریم آقا با واجی مانتایزت کنن. عجیب میشه. عجیب. اینو بزن. خب بفرمایی خواهش میکنم. هولی مولی پور آقا بینام مثل همیشه من نمیدونم واقعا چی جوری میشه که اینجوری میشه. علی یه دونه بیار بالا که بذاری دهنم باش چیه؟ چشم بیا. خیلی خوشمزه است. بعد لنز اینا من اینا بعد خانم آجی خیلی خوشمزه است. Guys, we will talk later. Thank you. اما با دست چرا دستتو میکنی تو غذا من؟ واو. خیلی بمبه. اوکی. واو، چقدر خوشمزه. قبول داری؟ بردادی، بشقاب بردار بیا. خب دوستان گلم، سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. نظر، پیشنهاد، حرفی هم دارید در قسمت کامنت سیکشن بذارید. جانم یه اینجا یه رستوران بزنیم به خدای بزنیم بابا ما زن بچه یه رستوران بزنیم همه میان همه دور هم نجابش فکر میکنم خدا وکیلی حرف نداره بگیم بهت خودتونو ببوسید بچه هم غذاشون رو بخورن حالش رو برم دمه همه گیرم اون نظرتو ندادی همه جلو دوربین نداره امیدوارم برای همه تون آرزو میکنم یه بار بهنام براتون غذا درست میام نظر شخصی مولم کارو این چی کرده همه؟ اومده خفن عجیب خفن 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 بایس بای بای